چند خودرو در درون تونلی در ژاپن که سقف آن فرو ریخته است گیر افتادند و دست کم 7 نفر هنوز پیدا نشدند. تعداد دقیق خودروها و افرادی که زیر آوار مدفون شدند هنوز مشخص نیست. این حادثه ساعت 8 صبح یکشنبه به وقت محلی در حدود 80 کیلومتری غرب توکیو رخ داد. هنوز دلیل فرو ریختن تونل مشخص نشده است. تصاویری که دوربین های مدار بسته داخل تونل ضبط کردند نشان می دهند که حدود 100 متر از سقف این تونل بر روی خودروهای در حال عبور خراب شده است. این تونل که تونل ساساگو نام دارد با بیش از 4 کیلومتر طول یکی از طولانی ترین تونل های ژاپن است که توکیو را به شهر ناگویا وصل می کند. این زن که در هنگام وقوع حادثه درون تونل بود می گوید فقط لحظه ای متوجه شدم که خودروی ما نصف شده است. به گزارش تلویزیون دولتی ژاپن مأموران آتش نشانی توانستند پس از 3 ساعت آتش سوزی درون تونل را مهار کنند. 16 سال قبل در حادثه مشابهی در ژاپن 20 نفر کشته شدند.